او ده کسانه که میگن که امان الله خان غازی چی؟ چی غذا کده و کجا جنگ کده که رو شما غازی میگن و ما چون فلان کده و بستان کده؟ این حال ما برات میگم و تو بشنو که غازی کیره میگه. غازی امان الله خان حق افغان و حق میرانه باتور زوان و چکل حاکمیت تا ورسیده شپگم ده می شش می 1919 پیندیا بندی برید که امان الله خان انگریزان پا پیخور و پا پنجاب که نزدی امان الله خان پیندیا بندی برید که والله اکبر چه برید که افغانی قواوی ده وسانه ده کویتا بلوچستان ده کندهار نا اوڑی ده نن روزی پاکستان تا بلوچستان ډیری سیمې ترې نه نیسي، چمن ترې نه نیسي، بولدک نه اوړي اخواته، او داسې په مشرق باندې د دواړو سیمو نه برید کوي. ورباندې مشرقي ولایتونو نه چې ځي داسې په درې خیبر باندې تورخم ته او تورخم نه ځي علي مسجد هم ترې نه نیسي. د افغانانو هغه اوله پوسته علي مسجد نه پسې ځي لنډي کوتل ته. لنډي کوتل هم د انګریزانو نه نیسي. نو داسې فکر وکړه چې یعنی یو لس کیلومتره مکزیمم لس کیلومتره الا 15 کیلومتره خاوره پاتې کیږي، لاره پاتې کیږي چې پیښور ونیسي امان الله خان او د ظاهر شاه پلار نادر خان رحمه الله څخه وکې ځوړند که دی لګیا ده په تل کې. تل یو منطقه ده، کوار تل هنګو اخواته د ډیورنډ کرښې نه اخواته، دلته لګیا ده په جنګ کې اخته ده. دلته انګریزانو ته دی ماتې ورکه. کله چې امان الله خان پیښور ته نارسیده رسیږي او ځای ترې نه نیسي، دلته انګریزانو چې تر اوسه پورې دغه خپله وسله یې نه و کارولې په دې جنګ کې وکارولې، هغه څه شی و البته؟ هغه و البته الوتکې، بریټش رویل سکواډرن په نامه باندې. دا د انګریزانو د سپیشل فورس جیټونه و. د هغه وخت نه افغانانو سره چیرته کومه S-300 S-400 په هغه وخت کې د افغانانو دوباره بمباري شروع که. افغانان داسې په شا وتنبو بیرته د لنډي کوتل نه افغانان را پشا شو، حتی بیرته تورخم او علي مسجد ته تر ډکې پورې. دلته که کوم وطندار د جلال آباد وي هغه بلد ده، هغه پوهیږي چې ډکه چیرته ده. د تورخم او د جلال آباد تر منځ منطقه ده، د ثمرخیل نه اخوا ته، خو تورخم ته نږدې او 10 دقیقې پاتې کیږي خواو شه چې تورخم ته رسیږي. یو موړ غونده شې ده، ډکه موږ نه انګریزان نیسي. تر چمنه پورې موږ انګریزان ځغلولي دي، بلوچستان نه پورې. دلته بیرته چې په افغانانو بمباري وشي، افغانان بیرته راپشا شي، بولدک موږ نه بیرته انګریزان ونیسي. حتی د غازی امان الله خان د پلار مقبره په جلال آباد کې البته دا هم انګریزان بمبار کی. قبر پدر غازی امان الله خان هم با بمبای انګلیس البته مقبرش تخریب شده بود. بالای سار کابل را انگلیس ها بمبارد کرد. نقاط مختلف جلال آباد، لغمان، کابل، سروبی، تیزین، اوزبین کل زیر انگلیس ها بمبارد کرد. فکر کنم که نقاط بعض نقاط در بگرام البته شمالی اینجا را انگلیس ها بمبارد کرد. کسانه که میگه که امان الله خان غازی چی کجا جنگ کرده، تاریخ یک بار مطالعه کو، تاریخ انگلیس برو مطالعه کو که در 6 می 1919 چی روز بعد سر انگلیس آمد که افغانا با بیل و کلنگ و تفنگ و دانپور رو چقمقی و یازتیره و مشکش چیزی که در خدمتش بود بالا انگلیس حمله کردن بر رهبری امان الله خان. با چی خاطر؟ درست است که امان الله خان محاسبه خود را داشت که ما که انگلیس مکمل خواه از قاره هند کشیده نمیتونم، مثل که محمد شاه بابا بود، مثل که تیمورشاه رحمه الله بود، مثل که نواسای احمد شاه بابا بود البته، مثل زمان شاه واره. ولی بخاطر از این که دیگه انگلیس ها در گوشش بزنه که ما بچه از اونمو مردم هستم. اینمی جنگ غازی امان الله خان بود که انگلیس در خود فهمید که بیادر دیگه که از این مردم زور گفته نمیشه، ما که برش غازی میگیم خود دلیلش داریم. رفت حمله کرد بالای هند، انگلیس ها کشت. نصف خاک هندستان همون نصف خاک رفتگیر از پیش انگلیس تقریبا 30% خاک پس گرفت. ولی که او تیاره شما تیاره